شبح راست افراطی بر اروپا، گفتگوی ما با جلال ایجادی و نادر تیت را میشنم. سلام به هر دو شما عزیزان و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو دادید که با هم باشیم. همونطور که میدونید امروز 10 تیر ماه، 30 ژوئن 2024، شهروندان فرانسوی از ساعت اولیه روز به پای صندوق‌های رأی رفتن تا سرنوشت پارلمان این کشور رو که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اوایل ماه ژوئن پس از پیروزی حزب راست افراطی یا همون اجتماع ملی منحل نمود رو مشخص کنن، طوری که احتمالاً نتایج نشون میده اولین دولت دستراسی افراطی در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم رو خواهیم دید. اجازه بدید با شما شروع کنیم. آقای ایجادی، شرایط رو به چه شکل میبینید و اوضاع به چه شکل است در ارتباط با انتخابات در فرانسه؟ انتخابات در فرانسه، بله. همون گونه که همه بینند، درود به شما و درود به مهمان گرامی شما و همچنین همه بینندگان رسانه شما. همون گونه که شما آگاه هستید، به دنبال انتخابات اروپایی یک پدیده اروپا باهاش مواجه بود به شکل در واقع بی سابقه، و اون هم رشد بسیار بسیار چشمگیر جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها و به ویژه از جمله در فرانسه، اتریش و برخی جاهای دیگر که با درصد خیلی بالایی هم اینها در اونجا قرار گرفتند، در موضع بسیار برجسته قرار گرفتند. خب این برای اروپا یک در واقع فصل جدیدی به نحوی می شود گفت. البته اونها دارای سابقه در درون پارلمان اروپا بودند، ولی که آنچه که اتفاق افتاد این هستش که در این 27 کشوری که اروپا رو تشکیل می دهند، اتحادیه اروپا رو تشکیل می دهند، اونها توانستند در واقع میزان کرسی های خودشون رو، یعنی جناح راست افراطی که می گیم، خودشون ترکیبی از گروه ها و جریان های گوناگون هستند که در مجموعه خودشون در واقع در دوره گذشته 177 نماینده بودن و این بار 186 نماینده میشن. و از جمله به فرض به عنوان نمونه در مورد فرانسه حدود 30 نماینده به درون پارلمان وارد میشه. خب این میشه در اینجا این سوال مطرح کرد که آیا این ورود یا افزودن تعداد این نمایندگان جناح راست افراطی روی کل به اصطلاح پارلمان اروپا تأثیر میگذاره، تعادل اون رو به هم میریزه یا نه؟ از این زاویه نه، اون به اصطلاح تعادل اصلی پارلمان اروپا در ارتباط با وزنه جناح راست محافظه‌کار هستش و همچنین جناح میانه و به علاوه جناح سوسیال دموکرات. اینا به شکل تاریخی عملا در بخش مهمی از زندگی اتحادیه اروپا کنار هم قرار داشتن. منتهی مراتب به هر حال اینها با حضورشون در اینجا می توانن فشار بیشتری بیارن، به خاطر اینکه از جمله این در ارتباط با برحال آنچه که در فرانسه میگذرد، یعنی انتخابات در فرانسه، و این انتخابات در فرانسه اگر چنانچه جناح راست افراطی، یعنی جریان متعلق به خانم لوپن و آقای باردلا، به اکثریت در واقع مطلق برسند در این انتخابات، چرا که در این لحظه‌ای که ما الان هستیم فقط جوابی که هستش، یعنی در ارتباط با دور اول هست که در این زمینه هم هنوز کاملا دقیق نیست و در این لحظه هم با توجه به شمارش آرایی که صورت گرفته اونها هنوز دارای در واقع اکثریت مطلق نیستند، ولی
به حال این ریسک کماکان وجود داره، به خاطر که ما باید وارد مرحله دوم بشویم و بنابراین اگر در دوره مرحله دوم وارد بشویم و در اونجا در واقع دولت فرانسه عملا در اختیار این جناح راست افراطی قرار بگیرد، یعنی به عنوان نخست وزیر، در اون چنین حالتی میتواند تأثیرات باز هم جدیتری روی ساختار خود اروپا به وجود بیارد، علاوه بر مجموعه به هر حال تأثیراتی که روی خود سیستم موجود در فرانسه میتواند به وجود بیاورد، که این رو به هر حال در بخش دوم من میتونم توضیح بیشتری بدم. بله متشکرم، حتما حتما این کار رو خواهیم کرد. آیتف، صحبت از دور دوم شد، یعنی احتمالا هفته ژوئیه بعد ما منتظر دور دوم این انتخابات باشیم. امانوئل مکرون به اعتقاد من یک ریسک بزرگی رو کرد بعد از اون انتخابات پارلمان اروپا که مجلس رو منحل کرد، به امید اینکه یا این حزب اجتماع ملی به رهبری جوردن باردلا میاد و بعد زیر فشار شرایط شکست میخوره که به نفع اون هست، یا اینکه میتونه با راست با چپ ها معذرت میخوام از جمله ائتلاف جبهه ملی مردمی یک هماهنگی رو داشته باشن شاید که بتونن اکثریت رو به دست بیارن. تحلیل شما از این وضعیت چه هستش و اصولا مکرون چقدر درست عمل کرد با این کارش؟ با درود به شما آقای ایجادی و همه شنوندگان و بینندگان رادیو پیام. ببینید اتفاقاتی که توی فرانسه توی این اخیر یه ذره با سرعت رخ داده نتیجه تحولات یک شبه سیاسی نیست، نتیجه دست کم 40 سال سیاست هایی هست که دولت های راست سنتی و چپ سوسیال دموکرات تو این کشور به اجرا در آوردن. یعنی دقیقا شما اگه بخواییم یک مقطع این تحولات رو به عنوان تاریخ اعلام بکنیم، من فکر میکنم که 1983 میتونه به عنوان تاریخ اتفاق بیفته، اعلام بشه. سال 1983 چه اتفاق افتاد؟ 1981 فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست به ریاست جمهوری میرسه و پس از 2 سال یعنی سال 1983 اعلام میکنه که ما مجبوریم یه سری سیاست های ریاضیتی رو در کشورمون به اجرا بگذاریم تا بتونیم ادامه بدیم به زندگی اقتصادی و اجتماعی و یه خودمون. پس از اون دولت‌های مختلفی اومدن سر کار. خود میتران که سال 1981 انتخاب شد 14 سال توی قدرت موند. پس از اون حزب آقای شیراک که یک راست سنتی راست کلاسیک بود، یه دوره 7 ساله و یه دوره 5 ساله توی ریاست جمهوری بود، چون توی دوره شیراک ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال تقلیل پیدا کرد و شیراک هم ادامه داد این مسئله. مثلا الان کانال 1 تلویزیون فرانسه رو زمان شیراک مثلا به فروش رفت، فروخته شد، خصوصی سازی شد. بعد از شیراک ما باز با یک رئیس جمهور راست سنتی از همون حزب شیراک رو داشتیم به اسم نیکولا سارکوزی که اون هم به شدت به سیاست‌های خصوصی سازی، به برون سپاری بسیاری از خدمات عمومی ادامه داد و خیلی قوانین به اصطلاح زیادی رو در چارچوب نئولیبرالیسم اقتصادی به تصویب رسوند، به طوری که خب اینجا هم مثل بیشتر کشورهایی که ریاست جمهوری هست دو دوره، معمولا هر رئیس جمهوری حق داره دو دور انتخاب بشه. این نیکولا سارکوزی با این سیاستایی که به اجرا گذاشت و این قوانین که تصویب کرد چنان محبوبیت خودش رو از دست داد که نتونست برای بار دوم یعنی یک 5 سال دیگه دوباره انتخاب بشه و این بار جای خودش رو به یک فرد به اسم فرانسوا هولاند داد که از حزب سوسیالیست بود. فرانسوا هولاند هم هرچند که از حزب سوسیالیست و به اصطلاح چپ بود، ولی باز هم دقیقا همون سیاست رو ادامه داد، خصوصی سازی ها و قوانین به اصطلاح ضد کارگری فراوانی رو به تصویب رسوند و او هم مانند نیکولا سارکوزی انقدر محبوبیت خودش از دست داد که خودش گفتش که من دیگه خودم رو کاندید نمی کنم و پس از اون امانوئل مکرون اومد سر کار. و امانوئل مکرون که به نظر من با هوشیاری فهمید که
وضعیت سیاسی داره به هم میریزه و میدونست که مثلا توی فرانسه مثل آلمان نمیشه ائتلافی از چپ و راست سنتی درست کرد و یک دولت اینجوری تشکیل داد، اومد یه حزب جدید درست کرد و خودش هم گفت من نه چپ هستم نه راست هستم، در حالی که امانوئل مکرون هم از نظر فرماسیون شغلی و هم از نظر سیاسی یک نئولیبرال تمام عیار هستش و بودش و اون هم به اصطلاح قوانین زیادی رو به اجرا گذاشت. بعد طرفه این که هم آقای مکرون و هم آقای اولاند، یعنی در واقع چپ سوسیال دموکرات و راست کلاسیک، بسیاری از قوانینشون رو بدون مراجعه به آرای پارلمان به تصویب رسوندن. اینجا بهش میگن 49C ماده 49 تبصره سوم قانون اساسی که به دولت اجازه میده بدون مراجعه به آرای پارلمان یک قانون رو به تصویب بزنه. حالا دوران فرانسوا اولاند که چپگرا بود به این دلیل بود که مثلا یک قانون خیلی ضد مردمی رو به اجرا گذاشت، اعتراضات زیادی در رابطه با اون قانون شد که بهش گفته میشد قانون کار بهش گفتن و سال 2016 بود و قبل از اینکه این قانون تصویب بشه از فوریه تا ماه ژوئن 2016 اعتراضات کارگری بسیار گسترده‌ای تو فرانسه اتفاق افتاد و هرچند که خود به اصطلاح اولاند اون زمان توی مجلس هم اکثریت رو داشت، تو معمولا انتخابات مجلس، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار میکنن که در واقع مجلس و ریاست جمهوری یک دست بشه، ولی این قانون چنان به اصطلاح ضد مردمی بود که حتی درون حزب خودش اختلاف به وجود اومد و اولاند هم تصمیم گرفت با همون ماده 49 تبصره سوم قانون اساسی این قانون رو به تصویب برسوند و به تصویب رسوند و ضربات بسیار شدید، واقعا شدیدی به زندگی طبقات زحمتکش و به خصوص طبقه کارگر زد، بسیار از قوانین رو تغییر داد با این قانون و مکرون هم یک دوره 5 ساله سر کار بوده، یه دوره 5 ساله دیگه انتخاب شد. البته هر دو بار در واقع به نوعی انتخاب بین بد و بدتر بود، چون که همین خانم مارین روپن به دور دوم رسید و برای اینکه مارین روپن نیاد سر کار در واقع همه به مکرون رای دادن. مکرون هم قوانین بسیار به اصطلاح بدی رو به اجرا به اصطلاح چیز کرد که اونا هم 24 گفته میشه که در عرض این 5 سال و الان 2 سال 3 سال دیگه اش مونده در 7 سال 24 بار مکرون از قانون 43 استفاده کرد. بنابراین مجموعه این اینها تمام اینها خب تو دوران مکرون باز جنبش های اجتماعی خیلی گسترده ای رخ داد، از جمله به خصوص جنبش جلیقه زرد ها که عمدتا با سرکوب مواجه شد، چندین نفر چشمشون رو از دست دادن، چندین نفر دستشون رو از دست دادن و در واقع پاسخ در واقع تا کنون از نظر قانونی همون به اصطلاح حتی تصویب قوانین ضد مردمی که فاقد محبوبیت مردمی هستن با استفاده از اون ماده چیز بوده، مجبوری اینا باعث شده که در واقع نارضایتی از همه جهت زیاد بشه و چون که یک آلترناتیو به اصطلاح قدرتمندی وجود نداره خب الان راست افراطی بالا میاد و اگه خواستین من اولین نتایج تقریبیش هم میگم که تقریبا همینجوری میمونه، اعلام شد ساعت 8 خورده. بله اونو برمیگردیم که بعد اونو بگیریم که نتایج ببینیم به چه شکله. آقای ایجادی بحث بر سر به هر حال این تغییر قانون ها و پس گرفتن در واقع اون حقوقی است که به جامعه داده شد و ما شاهد یک حرکت وسیع توسط جلیق زرد ها که آقای کیف هم اون اشاره داشتن بود. فرانسه، آلمان و بریتانیا از کشورهای مهم و تاثیرگذار در اروپا هستند. با این روشی که داره پیش میره و با احتمال زیاد با حضور حزب اجتماعی ملی، آینده فرانسه رو چگونه میبینید؟ ببینید نگاه من چیه عزیزان؟ نگاه من بر سر این هستش که من معتقد به مدل رژیم دموکراسی هستم. بنابراین در درون این رژیم که نواقص گوناگونی همیشه وجود داشته،
همون گونه که ریمون آرون میگه، ولی بهترین رژیم هستش در تاریخ بشریت. یعنی شما اگر مدل‌های گوناگون رو مورد بررسی قرار بدهید، مدل‌های امپراتوری‌های گذشته حالا بکنار، تمام مدل‌های به اصطلاح پادشاهی مطلقه یا مدل‌های نظامی یا مدل‌های نوع شوروی، نوع چین، کوبا و بگیرید تمام کودتایی که در آفریقا اینها صورت گرفت و یا مدل اسلامی، و به این ترتیب هستش که اینجا بر پایه این مدل که در ارتباط با تمام کشورهای اروپایی، یعنی 27 کشور اروپایی در این چارچوب عمل میکنن و حدوداً در سطح جهان ما میتوانیم صحبت از 40 کشور بکنیم که در این مدل دموکراتیک قرار دارند. خب به ناگزیر در درون مدل مدل‌های گوناگونی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی یک مدل کلان هست که ما بهش میگیم در واقع دموکراسی، با نظام مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری بازار آزاد، ولی که اینها در ضمن متفاوت هستند در نوع مدیریت جامعه. به عنوان نمونه، نوع مدیریتی که در فرانسه هستش دقیقا مانند آنچه که در آلمان هست نیست، و یا حتی در ارتباط با انگلستان که حتی در اونجا نوع برحال فرم حکومتی هم به پایی مونارشی و به اصطلاح سلطنت هستش، منطقه در مکانیزم اساسی خودش جمهوریت هست، یعنی در واقع رأی مردم هستش. اینا به این ترتیب هستش که با توجه به این نکات به مدل فرانسه که نگاه بکنم، ببینید مدل فرانسه همیشه، حالا من راه دور نمیخوام برم، اینا از حداقل در این چیزی که ما بهش میگیم جمهوری پنجم که پس از جنگ جهانی دوم به هر حال به وجود آمد و اینا، تا امروز همیشه در این جامعه هستش که به قول کارل مارکس یه صحبتی قبلا کرده بود که شایدم لنین بود، که این بحث بود که برای انگلستان در واقع مادر اقتصاد هستش، فرانسه مادر نوعی به حال سوسیالیست هستش و آلمان مادر فلسفه هستش. اینا به این معنا که در جامعه فرانسه به شکل تاریخی مبارزات اجتماعی، انقلاب‌های گوناگون همیشه روی داده و از این زاویه خیلی برجسته هستش، خیلی ویژگی خیلی خیلی مهمی رو تشکیل میده. اینا اینه که در دوران اخیر هم اگر نگاه بکنیم تمام دولت‌های گوناگون مثلا این ماده 49 اولین بار نیست، از زمان در واقع خود دوگل هم و همچنین پومپیدو هم و تمام در واقع دولت‌های گوناگون این ماده رو به لحاظ شرایط قانونی که قانون اساسی بهشون اجازه میده و از اونجایی که تعیین‌هایی دارن اینا اون لحظه دارای اکثریت لازمه نیستن، ولی در ضمن ضد قانون اساسی نیست، در ضمن در این حالی که به هر حال یک کسری کار دموکراتیک در اینجا ما میتونیم ازش صحبت بکنیم. به این خاطر هم هستش که تمام این وضعیتی که در اروپا و مشخصا در فرانسه وجود داره، ببینید سوال کردید که حال آیندهش چیست؟ حال آیندهش من برمیگردم به این که تمدن در ضمن تمدن مرتبط با دموکراسی آیندهش چیست؟ به نظر من آیندهش علارغم تمام این گرفتاری هایی که گوناگون هستش، چه در درون این جوامع، یعنی به لحاظ تناقضات طبقاتی، به لحاظ عدم عدالت موجوده در این کشورها و همچنین خطرهای بزرگی مانند اسلامیسم در جهان، مانند پوتینیسم در جهان و به هر حال تمایلات دیکتاتوری که اینجا اونجا هستش، همیشه این خطر وجود داره. ولی که من از این زاویه خوشبین هستم این کشورها اگر چنانچه روی همین خط باقی بمونن، منتهای مراتب توجه باید بکنن برای در واقع تعدیل توزیع بهتری از ثروت، و این هم باز در درون خود دموکراسی ها موجوده. به خاطر اینکه این جمله آخرم هستش، شما اگر به اروپای شمالی توجه بفرمایید، در اونجا شاید
به اصطلاح اختلاف پایینی ها و بالایی ها از نظر دستمزد به اصطلاح ماهانه شون چیزی بر اساس برخی نظریات اقتصادی بین 1 تا 40 هستش، حالا که در فرانسه بین 1 تا حدود 1000 هستش، در آمریکا حتما گسترده تر هستش، ولی همه اینها در ضمن مدل های دموکراسی هستن. گاهی جلوه سوسیال دموکراسی برشون غلبه داره، گاهی هم جنبه های در واقع لیبرالی گسترده تر برشون غلبه داره. بنابراین من از نسبت به این آنچه که در فرانسه میگذرد فکر میکنم که این مبارزات گوناگون همیشه بوده و همیشه خواهد بود، ولی که در این حال اگر چنانچه اینها بر پایه همون دموکراسی قرار بگیرن، من فکر میکنم که بهترین راه حل برای ما جوامع پیشرفته است. بله، برمیگردیم روی مسئله. آیا تیف آمار رو گفتین، آیا این قطعی است که به هفته ژوئیه سری دوم انتخابات برمیگرده و تا الان وضعیت آمار به چه شکله؟ و بعدم ببینیم که دید شما این به چه شکل خواهد بود و آیا اصولا جریانات میانه رو و چپ تونستن تغییراتی رو، احتمالا شاید امید ماکرون روی اونها بود، سرمایه‌گذاری روی رأی اونها بود، آیا میتونن شرکت کنن یا بتونن اون اکثریت رو به دست بیارن با یک ائتلاف؟ معذرت میخوام، متوجه نشدم، امید ماکرون به چپ ها بود؟ امید من میگم احتمالا برای اینکه بتونن با مقابله با راست افراطی برن و خودشون نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن، امیدوار بود شاید به خاطر ترس از راست افراطی چپ ها بیان با یک همکاری، شاید یه ائتلاف، حدسم این هست احتمالا، که بتونه اکثریت رو بگیره و مقابله کنه با راست افراطی. نه خیر، اینجوری اتفاقا درست برعکسه. ببینید، من توی بحث اولی هم مطرح کردم که این اتفاقاتی که امروز توی در رابطه با انتخابات پارلمان اروپا توی فرانسه افتاد و امروز و 7 روز دیگه در رابطه با انتخابات پارلمان خود فرانسه میفته، نتیجه یک رشته سیاست هاست توی 40 سال اخیر بدی میشین و یک سری بازی های خطرناک سیاسی. مثلا ما همین اخیراً متوجه فهمیدیم که وقتی آقای فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست رئیس جمهور بود، دستور داده بود که رسانه‌های دولتی بیشتر همین حزب راست افراطی رو که لوپن پدر به اصطلاح بنیانگذاری کرد دعوت بکنن و بیاننش در واقع بالا. حالا هدفش چی بود؟ فرانسوا اولاند هدفش این بود که چون رقیب جدی و اصلیش راست کلاسیک، راست سنتی بود، می‌خواست اینا رو در واقع به بالا آوردن راست افراطی، همین لوپن که امروز دخترش این حزب رو رهبری میکنه، در واقع اونا رو تضعیف بکنه. این بازی ها رو به اصطلاح ما امروز داریم متوجه شدیم که میتران یه همچین کاری. هدف ماکرون هم به هیچ وجه نبوده که بیاد حالا با چپ ها به اصطلاح ائتلاف بکنه یا انجام، درست برعکس. ماکرون، یا من همونجور گفتم، درسته یه آدم بسیار هوشیاریه به عنوان یک سیاستمدار و هوشمنده و این بازی های مکیاولیستی سیاست مداران حرفه‌ای رو به خوبی بلده و میدونه. همون جور که به اصطلاح 7-8 سال پیش، 9 سال پیش فهمید که نمیتونه ائتلافی تو فرانسه شکل بگیره از چپ و راست در واقع کلاسیک یا سنتی، با اومد حزب خودش رو درست کرد. الان شما وقتی که دولت های مختلفی، چندین دولت عوض شده تو همین دوره اول ریاست جمهوری در دوره نگاه بکنید، میبینید که یک به اصطلاح مخلوطیه از راستای سنتی و همین چپهای حزب سوسیالیست، چپهایی که مثلا اعضای سابق حزب سوسیالیست، مثلا خانم بورن که نخست وزیر بود عضو حزب سوسیالیست بود، همین آقای اتل که حالا تا چند روز دیگه به اصطلاح نخست وزیر باقی میمونه و حتما عوض میشه تا یه هفته دیگه، فعالیت سیاسیشو تو حزب سوسیالیست به اصطلاح چیز کرد، این اومد اینا رو جمع کرد تو حزب خودش. و ماکرون اصلا هدفش این نبود که مجلس رو منحل کنه که تا مثلا با چپ ها ائتلاف کنه، هدفش این، منظور من این نبود که بیاد با چپ ها، منظور من اینی که چپ ها به عنوان یک الترناتیوی براش باشه. ماکرون متوجه شد که اگر این مجلس باقی بمونه و این دوره ریاست جمهوری بشه، احتمال این که راست افراطی دفعه آینده
مستقیم وارد کاخ الیزه یعنی کاخ ریاست جمهوری بشه خیلی زیاده و تصمیم گرفت که مجلس رو منحل کنه. میدونست که راست افراطی بالاخره تو این انتخابات برنده میشه و گفتش که من یه دوره کوهابیتاسیون درست میکنم. دوره کوهابیتاسیون به معنی همزیستی از نظر لغوی و ما قبلا هم اینو داشتیم. تو دوران میتران سوسیالیست یه دوره پیش اومد که شیراک راستگران نخست وزیرش بود. تو دوران شیراک که بعد که رئیس جمهور شد یه دورانی داشتیم به اسم دوران جوسپن که حزب سوسیالیست بود و نخست وزیر چیز بود. مکرون هدفش این بود که اینها رو زودتر وارد قدرت بکنه ولی توی به اصطلاح درجه پایین‌تر قدرت که نخست وزیری هست که مثلا احتمالاً 3 سال دیگه به اصطلاح اینا مستقیما وارد کاخ ریاست جمهوری نشن. هدف مکرون این بود و تا یه حدودی هم با توجه به نتایجی که امشب مطرح کردن رسید، چون به نظر می‌رسه که این نتایج که اعلام کردن که هرچند تقریبیه ولی به هر حال به نظر من این تقریبیه بر اساس نظرسنجی، ولی این نظرسنجی ها الان دقیق هستن. من الان برای شنوندگان بیننده شما این رو اعلام میکنم. ساعت 20 خورده حدود 1.5 ساعت پیش این نتایج تاریخی تبلیغی به اصطلاح تقریبی اعلام شد. مجمع ملی خانم لوپن و آقای باردلا 34% و حتی اگه بالاخره به مرحله دوم میرسه برخی از نمایندگان دور اول انتخاب شدن، مثلا همین مجمع ملی الان چند نفرشون انتخاب شدن، وقتی 50 به علاوه 1 میارن دور اول انتخاب میشه. مجمع حالا من این نتایج برای دوره دوم هم همین، مجمع ملی راست افرادی 34% بین 260 تا 310 نماینده میشه. جبهه جدید به اصطلاح جبهه مردمی جدید که از مجموعه احزاب چپ تشکیل شده 29%، 115 تا 145 نماینده. حزب مکرون اسمش رنسانس هست ولی اسم لیستی که توی انتخابات شرکت کردن اسمش آنسامبل هست، یعنی با هم 21%، 90 تا 120 نماینده. و جمهوری خواهان که راست به اصطلاح سنتی هستن که در واقع ادامه همون سرکوزی و این حرفا هستن، 10%، 20 تا 50 نماینده. اون 6% باقی مانده‌ش هم کسای دیگه هستن که بیشتر احزاب منطقه‌ای هستن که درصد بسیار کوچیکی میارن و وارد مجلس میشن. این نتیجه یه ذره بالا و پایین میشه تو دور دوم ولی همین جوری میمونه. یعنی ما هفته دیگه تو همین ساعتها به احتمال 95% یک نخست وزیر راست افراطی در فرانسه خواهیم داشت، ولی این به معنای پایان بحران ها نیست. بحران ها تازه شروع میشه. یعنی همین امشب من دیدم که همین جبهه چپ مردمی فوراً اعلام کرده که میخواد در میدان جمهوری اینجا تظاهرات بکنه و قبل از اینکه اینجا در خدمت شما باشم یک مقدار سخنرانی های رهبرشون ملانشون رو شید کردم، هرچند که هنوز امیدواره که هفته دیگه دوباره مثلا توی مرحله دوم وکلای بیشتری رو به مجلس برسونه، ولی به نظر من نخواهد تونست و به اصطلاح این راست افراطی با یه ذره بالا پایین این چیزهایی که من به اصطلاح چیز کردم. هدف مکرون دقیقا این بود که راست افراطی رو زود هنگام به قدرت برسونه تا بلکه مثلا 3-4 سال دیگه، حالا مگر اینکه دیگه خیلی بنبست عمیق بشه که اصلا خودش استعفا بده و به نظر من خیلی چیزش چون مطرح شده این مسئله که خود مکرون استعفا بده، اگر مکرون استعفا بشه واقعا بحران روی بحران میشه. یعنی الان ما یک بحرانی داشتیم. یعنی چی بحران رو بحران میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این هستش که دوباره باید اون وقت مجلس رو منحل کنن، دوباره باید نمیدونم انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنن، انتخابات پارلمانی برگزار کنن و وارد یه دوره بسیار خیلی به پرتلاطمی ما خواهیم بود و به خصوص در روزهای آینده که قراره که به اصطلاح بازی‌های المپیک هم شروع بشه و این حرفا که من نمیدونم واقعا چجوری میشه، چون که به هر حال هفته دیگه یک دولت جدید خواهیم داشت. به احتمال بسیار قوی این دولت جدید دولت خواهد بود که راست افراطی هست و وزرای جدید خواهیم داشت. بعد بازی‌های المپیک هست، نمیدونم اگر مکرون استعفا بده خب خیلی مسئله چیزی تو فرانسه که مثلا رئیس جمهور استعفا بده. دولت‌ها حتی دولت‌ها نخست وزیرها معمولا استعفا نمیدن توی فرانسه. نخست وزیرها رو رئیس جمهور عوض میکنه، یه دوره میاد میان و میرم. همین مکرون تا حالا 4-5-6 تا نخست وزیر عوض کرده، عتل نمیدونم قبلش 4-5 تا نخست وزیر مختلف توی این 8 سالی که هست.
به اصطلاح بود. بله متشکرم. آقای جادی، با این صحبتایی که شد و با اون توضیحی که شما دادین، سوالی که شاید برای خیلی ها مطرح باشه، من شاید این سوال رو پیش روی هر دوی شما بگذارم. این تیتر برنامه هم هست، این شبح راست افراطی. ما شاهد حضور راست افراطی در کشورها داریم میشیم. در همین تورنتو یک نماینده لیبرالی که عضو مجلس بود، 35 سال هم عضوش بود، وقتی استفاداد رقابت بالای صورت گرفت و یک در واقع حزب کانسرواتی و دست راستی تونست بگیره که یک در واقع اختاری بود و یک نمونه‌ای بود که احتمالاً شاید دولت آینده رو دست راستی ها بگیرن. در آمریکا داریم میبینیم که در مقابله با بایدن و رقیبش اون احتمالاً شاید بیاد روی کار. در اروپا شاهد این قضایا هستیم. چرا جامعه، این سوال برای هر دوی شما احتمالاً، چرا جامعه داره رو به دست راستی ها میکنه و فکر میکنه که از طریق اینها میتونه به خواستاش برسه؟ ببینید، اگر ما به تاریخ معاصر نگاه بکنیم، خب یک زمانی بود که کمونیسم شوروی بر بخش مهمی از جهان تسلط داشت، در اون هم در واقع به نحوی باید به عنوان گرایش چپ استالینیستی و بسیار مهلک باید در نظر بگیریم. و در طول تاریخ بعدی هم ما همیشه در دوره‌های مختلف با پوپولیزم چپگرا و افراطی چپ مواجه بودیم و همچنین پوپولیزم یا راست افراطی که تمایلاتی نزدیک به فاشیست یا نازیست داشته با این مواجه بودیم. و امروز اگر نگاه بکنیم در درون اروپا و با توجه به همین انتخابات اخیر، ما متوجه به این میشیم که این لحظه، یعنی این لحظه در این سالهای اخیر، ما مواجه هستیم با رشد راست افراطی. البته بوده جریانهای چپ افراطی در آمریکای جنوبی یا حتی در خود فرانسه و امروز هم حتی از نظر به هر حال مثلا گرایش ها، از جمله آقای ملانشون یا جریان های به عنوان تروتسیستا، اینا همون جریان های پوپولیست یا پوپولیست چپ افراطی تلقی می شوند. ولی که در ارتباط با پرسش شما، ببینید امروز به چند نکته میشه توجه کرد که این راست افراطی چرا بیش از پیش در واقع رشد کرده. یک، این که پیشنهادات و سیاست هایی که در زمینه های مختلف بوده همیشه در واقع درست و کامل نبوده است. به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، در ارتباط با این که خب یک سلسله از این کشورها به لحاظ جهانی شدن سرمایه‌داری و گسترش در واقع رفت و آمد تمام سرمایه‌ها، بناگزیر ساختارهای اقتصادی ملی هر کدوم از این کشورها رو به هم می‌ریزه. در واقع یک نوعی با در درون اینها تشنج به بار میاره، به خاطر اینکه سرمایه‌ها میکشه به جای دیگه، بنابراین بیکاری به وجود میاد و به هر حال از نظر روانی هم خوشایند برای بخش از جامعه‌ای که خیلی میخواد خودشو در شرایط امنیت قرار بده، محافظه‌کار هستش، به هر حال این قضیه یکی از اون عوامل هست. یک عامل دیگر در ارتباط با این هستش که به هر حال ما در با توجه به تمها یا موضوعی که خود راست افراطی داره به کار میبره، یعنی زمانی که صحبت از عملا نوعی ناسیونالیسم میکنه در برابر نظام اقتصادی جهانی و فکر میکنه که جهان رو که اگر ببنده بنابراین میتونه خودش حفظ کنه. یا یک مورد دومی هست در ارتباط با مسئله مربوط به مهاجرت و مهاجرین. خب این ما میدونیم که به عنوان نمونه خدمتتون عرض بکنم، در کل کشورهای اروپایی ما با یک مسئله ساختاری مواجه هستیم و اون هم در واقع کاهش میزان فرزندآوری در خانواده ها هستش که در واقع به عنوان ریتم و آهنگ که لازم هستش حدودا 2% باید در به اصطلاح بر روی هر خانواده حدود 2 فرزند باید باشه. حال آنکه امروز ما شاهد این هستیم که
از این میزان افتاده پایین و روی به جایی که حدود 2% باشه روی 1.30, 40, 50, 60, 70 به این ترتیب داره میگرده. پس این یعنی چی؟ یعنی این که ساختار در واقع جمعیتی در اینجا داره ضعیف میشه. خب وقتی ضعیف میشه شما چه باید بکنید؟ یا باید سیاست‌های تشویقی داشته باشید نسبت به خانواده‌ها که خانواده‌ها بیشتر بتوانند بچه‌دار بشن و این امر کارساز نیست علی‌رغم که این کارها رو در نظر گرفتن. و بند دوم باقی میماند که در واقع مهاجری از کشورهای دیگر رو وارد نظام اقتصادی اینجا و بازار اینجا بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر که خود اقتصاد می طلبه که چه افرادی، یعنی چه نیروی انسانی لازمه. منتهای مراتب و من در اینجا این دقت رو میدم که ببینید درسته که در جهان به هر حال فقر و بی‌عدالتی در کل جهان و در قاره‌های مانند آفریقا، آسیا اینا وجود داره. ولی که در کشورهای اروپایی من رو اگر خودم رو به عنوان یکی از مسئولین این کشورها قرار بدهم نمیتوانم اعلام بکنم که از هر کجایی که دنیا میخواهید بیایید بیایید بیایید. نه، این خودش یک مسئولیتی داره و بنابراین پذیرش نیروهای مهاجر هم متناسب با چی باید باشه؟ با امر ظرفیت این کشورها و همچنین در واقع شایستگی های حرفه‌ای، میزان دیپلم، میزان تحصیلات و غیره و غیره. و به این ترتیب هستش. البته یک جنبه رو باید در نظر گیریم، اینو من جدا میکنم، یعنی این مهاجرت های اقتصادی رو جدا میکنم از امر مربوط به پناهندگان سیاسی. اون جای خودش باقی هستش، کنوانسیون ژنو هستش، همه کشورهایی که به این از اعتقاد دارن باید اون رو رعایت بکنن. بنابراین در ارتباط با مسئله مهاجرت به هر حال تمی که ما میدانیم که حساس هستش بر این جوامع و در ضمن علارغم این که در واقع خود دولت فرانسه حدوداً هر سال نزدیک به 200,000 نفر رو به شکل قانونی بهشون اجازه میده که وارد بشه، ولی آنچه که وارد میشه باز هم بیشتر هستش. بنابراین راست افراطی از جمله در اینجا یا کشورهای دیگه این تم رو میگیره و به عنوان در واقع یک تمی که به روی تبل اون میکوبه که برای اینکه چی نفوذ خود شد در جامعه در واقع افزایش بده. و نکته آخرم بگم به خاطر اینکه طولانی شده مقدار و اون هم مسئله قدرت خرید این که در این کشورها هستش. میزان قدرت خرید این کشورها به هر حال برای طبقه های در واقع زحمتکش و یا حتی بخشی از طبقه متوسط به هر حال شرایط بسیار سختی هستش و به این ترتیب هم هستش که عملا این اقتصادها به لحاظ عدم تعادلی که با خودشون دارن نمیتوانن تمام نیازها رو در این زمینه جبران بکنن. پس بنابراین شما توجه بکنید که به عنوان نمونه حزب راست فرانسه راست افراطی فرانسه امروز پایه‌ای که او برای خودش به وجود آورده از نظر اجتماعی که در میان کارگران بخش مهمی از کارگران در اونجا هستند، در ارتباط با کشاورزان، در ارتباط با طبقه های متوسط جامعه، در ارتباط با بازنشستگان و بخشی حتی از کادرهایی که در این جامعه هستن رفتن به سوی چی؟ حزب راست افراطی گرایش پیدا کردن. و این بیان چیست؟ بیان این هستش که ما به یک دترمینیزم در واقع اجتماعی نمیتوانیم در واقع بسنده بکنیم. خود سیالیت این در واقع گروه بنده های اجتماعی رو باید در نظر گرفت. به لحاظ در واقع اون حساسیت های فکری و عاطفی هم که دارن اینها به این ترتیب جهتگیری میکنن و به این خاطر هستش که میگوین و این جمله آخر هم هستش و عنوان نمونه در فرانسه میگوین که ما همه جریان ها رو در واقع تجربه کردیم، این هم باید تجربه بکنیم که این جناح راست افراطی باشه. ولی کن اونها یادشون میره، درسته که در سطح ملی راست افراطی اولین بار هست که به قدرت میرسه، ولی یک سلسله از شهرداری ها هستش که راست افراطی در اونجا در واقع تجربه داشته و به خصوص کسانی که در زمینه مسائل هنری و هنرمندی هستن ضربه های جانانه از جانب مدیران مربوط به این جناح خوردند. بله، متشکرم. آقای طیف، مسئله مهاجرت خب یک مسئله مهمه، یکی از مسائلی است که حتی بریتانیا هم الان باش روبرو است به شکل خیلی جدی که کشور همسایه هست و دارن میفرستن به کشور آفریقایی
مسئله ریاضت اقتصادی هستش، مسئله تورم و بیکاری هست، مسئله بازنشستگی در خود فرانسه که احتمالا یکی از خواستای همون جلیق زردها بود که در واقع سن بازنشستگی رو تغییر دادند. با این همه طبق آماری که هم که خودتون اعلام کردید الان حزب راست افراطی در صد قرار داره، یعنی یک رجوع جامعه در واقع به این جریانات و طرز فکرها برای نجات خودشون، این را شما چی ارزیابی میکنید؟ ببینید من گفتم که راست افراطی و سیاستهاش یک شبه به وجود نیامدن. راست افراطی نتیجه 40 سال سیاستهای غلط دولتهای راست و چپ کلاسیک است. بجوشید و وقتی که یک آلترناتیو واقعی در مقابل اینا نباشه و بخوان اون کسایی که میخوان مثلا با راست افراطی مثلا جبهه جدید مردمی چی ربطی به چپ افراطی نداده، چون الان تو همین جبهه چپ مردمی که درست شده آقای فرانسوا اولاند که خودش رئیس جمهور بوده یکی از کاندیداهاش بود، واجی میشه کسای دیگه ای از بسیاری از کسایی که مسئولین خود آقای جوسپن که نخست وزیر بود به اصطلاح از این جبهه جدید چپ مردمی، جبهه مردمی جدید حمایت کرد. هیچ ربطی به چپ افراطی اینا نداره. چپای سوشال دمو، یعنی خود مثلا یکی از بخشاش همون فرانسه تسلیم ناپذیر هست که اگر از نظر سیاسی بخواید اینا رو طبقه بندی بکنید میشن سوشال دموکراتای چپ. یا حزب کمونیست هست، حزب کمونیست فرانسه هست که جالب اینجاست که اون فرانسه تسلیم ناپذیر تو برخی از سیاستاش چپتر از حزب کمونیست. یعنی اینا تمام احزاب پارلمانتاریست هستن که همیشه هم بودن، سوسیالیست، همین فرانسه تسلیم ناپذیر، حزب کمونیست، خود حزب سوسیالیست و عرض کنم به حضورتون سبزها، حزب سبزها، اکولوژیست ها که 4 تا پایه اصلی این جبهه مردمی این 4 تا هستن. یه سری گروه های کوچیک دیگه هم هستن که تو داخلشون به اصطلاح وجود دارن. منتها خب رسانه ها اینجا اینا رو چپ افراطی بیان میکنن چون خود رسانه ها به راست افراطی غلطیدن و هرچقدر شما بیشتر راست باشی اون کسی که طرف چپت هست بیشتر چپتر میبینی. بنابراین اینا ربطی به چپ افراطی ندارن، اما اون چپ های به اصطلاح پارلمانتاریست سنتی و کلاسیک هستن که میخوان با این موضوعاتی که تو جامعه هست و این سیاست هایی که شکست خوردن چه سیاست های دولتی و چه سیاست های اتحادیه اروپا با همون از همون طریق پارلمانتاریسم بکنن. ولی به نظر من الان این بحران ها اینقدر عمیق شدن، یعنی راست افراطی، نئونازیسم، نئوفاشیسم، هر چی می‌خوایم اسمش رو بذاریم، وقتی پیشرفت میکنه، وقتی جلو میاد، خودش جلو میندازه که یک آلترناتیو جدی در مقابلش نباشه که نیست، و اینکه بحران های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تعمیق شده باشن که شدن. خب این آلترناتیو رو که میخواد چجوری باید تشکیل بشه که جلوش باشه؟ یه سری از کسایی که تو این دولت ها بودن واقعا آدم های بیکفایتی بودن. من واقعا واسه شما یک مثالش میزنم. همین هفته قبل یکی از اعضای برجسته اکیپ و تیم مکرون به اسم آقای سیلوان مایر برگشت اومد تو تلویزیون و گفت که فرانسوی ها به طور متوسط 4300 یورو در ماه درآمد دارن. 4300 یورو. در حالی که بر اساس داده های اینسه که در واقع مرکز آمار رسمی و دولتی به اصطلاح فرانسه هست، 1/4 دستمزد بگیران 1670 یورو در اصطلاح درآمد دارن و 1/3 کمتر از 2100 یورو درآمد دارن و 90%شون کمتر از 4170 یورو درآمد دارن. و این آقا گفته که متوسط فرانسوی ها 4300 هست. یعنی این فرد اصلا نمیدونه تو جامعه چی میگذره و خبر نداره که، یا خبر داره دروغ میگه یا خبر نداره. به هر حال در هر دو صورت یه همچین آدم هایی به اصطلاح مسئول بودن توی این سالهای اخیر و چون به در واقع چیزی نیست، آلترناتیو مشخصی در مقابل اینا نیست. بعد هم این که ایشون رو باید بهش توجه بکنیم. شما در مورد اروپا صحبت می‌کنید، امروز حالا این مسئله تو فرانسه به وجود اومده با همین سیستم‌های دموکراسی که در اروپا هست، حالا هر نوعیش هست، تو فرانسه بهش میگن نمیدونم رژیم ریاست جمهوری، یه جای دیگه میگن فدرال و غیره و غیره. خب راست افراطی
و نئوفاشیست نئونازیست میتونه با استفاده از همین سیستما به قدرت برسه، همونجور که الان داره تو فرانسه میرسه، ولی بازم با استفاده از همین سیستما دیگه قدرت رو بل نمیکنه. شما به مجارستان و آقای ویکتور اوربان نگاه بکنید که از وقتی که سر کار اومده انواع اقسام انسدادا رو تو جامعه به وجود آورده و قدرت رو به این سادگی ها بل نمیکنه. خب یه راست افراطی ایشون دیگه توی چیز دیگه. و الان مجارستان که یکی از کشورهای اتحادیه اروپا هم هست به یکی از بسته ترین و ضد دموکرات ترین کشورها تبدیل شده. آیا این مسئله این برای اروپا خب گاه به گاهی بهش قرولند میکنن، ولی چون اون کل سیستم رو بهش دست نمیزنه، به نظم اقتصادیش کاری نداره، به صدا میگن خب بذارین کارش انجام بده. ما همین مسئله رو با جورجیا ملونی توی ایتالیا هم داشتیم. وقتی جورجیا ملونی به قدرت رسید، همین خود مثلا مکرون رو نمیدونم توی آلمان نمیدونم کی بود، فکر کنم همین شولتز بود که سر در قدرت بود، نگران بودن که حالا این راست افراطی در ایتالیا به قدرت میشه. ولی وقتی که جورج میلونی اومد و هیچ گونه به اصطلاح دیدن که هیچ خطری برای اتحادیه اروپا واسه نظم اقتصادیشون نداره و کلا برای نظم اجتماعی اقتصادی حاکم نداره، الان با روی باز میپذیرنش و تو همه مسائل هم شرکتش میدن. یه همچین حالتی. بله آیه ایجادی، به حال اتفاقاتی که داره در اروپا میفته خب صرف اون کشور خاص نیست، خود کشورها تو اتحادیه اروپا هستن و بعد تاثیرات جهانی هم داره. یعنی مثلا فرانسه ارتباط بسیار نزدیکی با لبنان داره، مسئله جنگ غزه و جنگ اسرائیل، احتمالاً درگیری هایی که با حزب الله داره، مسئله جنگ اوکراین هست. به نظر شما این حضور راست افراطی چه تأثیر رو، حالا اگر ما یه مقدار اینو بخوایم منسجم تر کنیم سوال رو که سوال آخر باشه بتونیم جواب بگیریم، در رابطه با ایران به چه شکل میبینی تأثیر حضور راست افراطی؟ آیا میتونه تغییری اساسی حالا به له و علیه رژیم فعلی ایران داشته باشه و به نفع مردم گامی برداره، یا اینکه تأثیری آنچنانی نخواهد داشت؟ بله، با توجه به اینکه دوره آخر صحبت ها هستش، ببینید به هر حال ما در درون مدل دموکراسی که قرار داریم باید توجه بکنیم که آلترناتیو در درون این مدل توسط خود نیروهای احزاب در درون این مدل قابل ارائه هستند. یعنی مگه اینکه خواهان انقلاب باشیم و انقلاب کارگری و اینکه بیاییم بزنیم و به این ترتیب انقلابی از به نحوی بیرون خارج از مدل صورت بگیرد. بنابراین قدرت پویایی این احزاب و در واقع تو به هر حال منی که دانشگاهی هستم میبینم خب بخشی از این جوانانی که روش میکنن میایند و مدیران این جامعه میشن و مدیران در زمین احزاب میشن. بسیاری افرادی که در این احزاب هستن افراد پر به اصطلاح پر کیفیت و بالایی هستن، از مدرسه ها و یا دانشگاه های بسیار برجسته اینها تربیت شدن و مانند جمهوری اسلامی نیست که از طریق دانشگاه امام صادق باشه و خیلی صادق اینا یا اون طرف پاتریس لومبا باشه، نه این واقعا فرق داره. حالا همیشه در هر گروه بندی اجتماعی هم شما می توانید جنبه های کاملا منفی گیر بیارید، خب روشنه، ولی که به هر حال اینجا یک مکانیزمی هستش که کادرسازی میشه، نخبگان در واقع به وجود می آیند و نخبگان یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته همون تعداد و کیفیت اون نخبگان هستش. حالا نخبگانی که در اینجا هستش، حالا شما میتونید از فیلسوفان در نظر بگیرید یا سیاستمداران تا دانشگاه یا و غیر و غیره. حالا این بنابراین مدل رو باید در این چارچوب در نظر بگیرید و وقتی که من نگاه میکنم به همین جامعه فرانسه، نگاه بکنید حدودا در سالهای همین حدود مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش مثلا حزب کمونیست در اون زمان حدود 20% نفوذ داشت در انتخابات. امروز حزب کمونیست فرانسه به 1.5 الی 2% رسیده است.
ترکیبی که به وجود آمده، دگرگونی که به وجود آمده، یک دورانی سوسیال دموکرات ها رفتن بالا، بعد نمیدونم جناح راست بود، جناح های میانه آمد. این سیالیت در کلیت اجتماع به هر حال وجود دارد. این حرفا اینه که به هر حال خود اون اعصاب مانند حزب کمونیست فرانسه امروز انستیتوشنل شده، یعنی اینکه به امر دموکراسی باور دارد و اون مدل های گذشته خودش رو در واقع دیگر کنار گذاشته. این یک واقعیتیه. و غیر از اون جناهایی که خیلی در واقع چپ افراطی هستن، مانند تمایلات تروتسکیستی، که اونها یه مقدار در حاشیه به هر حال قرار میگیرن. حالا با توجه به این نکات هستش که ببینید، خانم لوپن، قبل از اینکه خانم لوپن رو بگم، آقای لوپن یعنی ژان ماری لوپن زمانی که در فعالیت بود و مسئولش بود، بنابر برخی شواهدی که ما امروز داریم با سفارت ایران در فرانسه ارتباطاتی داشت و در برخی از مراسم اونها شرکت میکرد. یک. دو، خانم لوپن حدود در سال 2009 میلادی در جستجوی پول بود برای حزب خودش. تمام بانک‌های فرانسه رو بهش رجوع کرد، هیچ بانک فرانسوی حاضر نشد که به خانم لوپن در واقع چی بده؟ قرض بده. خانم لوپن بعد اعلام کرد که یک بانکی در به اصطلاح بانک روسی گیر آورده که همینم براش مشکل شد دور قبل. بله بله کاملا. و بنابراین وقتی که ما متوجه شدیم که این پولی که به هر حال گرفت، یعنی قرضی که گرفت حدود 8 الی 9 میلیون در واقع یورو بود، اون نهادی که تصمیم رو به شکل قطعی اعلام کرد، در ضمن این رو در یکی از متخصصین در اینجا در جزء کتابش آورده که نماینده بانک مرکزی ایران نیز در اون تصمیم گیری شرکت داشته. خب این هم از این. بنابراین رابطه های دور و نزدیک یا پنهانی میتواند وجود داشته باشد. دو، سومین نکته، شما الان نگاه بکنید خانم لوپن نگاهش به روسیه چیست؟ نگاهش به روسیه در واقع نگاهی هستش که هرچند که اینجا کلی خب روزنامه ها هست سوال جواب میکنند و این حرفا، ولی که در ارتباط با روسیه تز در واقع تمایل به روسیه رو بیشتر حمایت کرده در این سالهای، به خصوص زمانی که جنگ اوکراین به وجود آمده این حرفا، و نوع شیفتگی به مدل پوتینی داره. و در این ارتباط هم در ارتباط با من که تا به امروز که خیلی هم دقت میکنم، هرگز مثلا خانم لوپن از انقلاب ایران یا انقلاب زن زندگی آزادی هرگز دفاعی نکردش و سکوت کرده. و بنابراین من فکر میکنم که اینها چنانچه بر سر کار بیایند، حالا نه به شکل اوریان و آشکار، ولی کن با به نحوی با تعادل های یا ملایمت هایی که باید در نظر بگیرن، به هر حال همسویی هایی رو میتونن نشان بدن. به ویژه این که این رو هم نکته آخر هم هستش، امروز در واقع در لحظه کنونی به خاطری که آمار همین انتخابات هنوز کامل و دقیق نیستش، به اصطلاح گفتن که به این میزان کاندید خواهند داشت، ولی که مسئله مهمی هستش که بالاخره چند تا کاندید برای هر جریانی در کجا؟ در اروپا. حالا اگر چنانچه اینها دارای دولتی باشن که اکثریت مطلق رو در فرانسه داشته باشن، در ارتباط با اروپا چه تأثیری در ارتباط با اروپا میتواند به وجود بیارد؟ این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اروپا، یکی پارلمان اروپا هستش، دو به عنوان نمونه شورای اروپا هستش و همچنین کمیسیون اروپا هستش. کمیسیون اروپا ترکیبی از نمایندگان دولت‌ها و به اصطلاح ریاست جمهوری ها هستند. خود این امر من به شما از الان اعلام میکنم، هرچند که خود آقای مکرون باید نماینده خودش رو انتخاب بکنه برای اون کمیسیون، ولی که به عنوان در واقع این که من یک دولت متکی بر اکثریت مطلق هستم، من باید، یعنی من مثلا خانم لوپن، من باید بتوانم نماینده
به اصطلاح دولت خودمون رو در درون اون کمیسیون وارد بکنن. و این یعنی چی؟ یعنی باز هم درگیری های بیشتری در چارچوب اروپا به وجود آوردن و در این ارتباط هم دورادور ارتباطی میتواند داشته باشد نسبت به چی؟ نسبت به جمهوری اسلامی. بله، متشکر از توضیحتون. آیتف و صحبت آخر رو از شما بشنویم، ببینیم این حضور راست افراطی که داره میاد چه تأثیری حالا در اروپا و بلخص در رابطه با ایران از دید شما خواهد داشت. بفرمایید. بله، در رابطه با ایران هم آقای ایجادی هم بهش اشاره کردم. وقتی که ژان ماری روپن رهبر حزب مجمع ملی بود که اون زمان اسمش جبهه ملی بود، یکی دو سه بار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برای 22 بهمن ایشون رو دعوت کرد و ایشون هم جزو دعوت شدگان به اصطلاح 22 بهمن بود، اونجا میرفت. حتی اگر الان روی اینترنت شما یه سرچ کوچیک انجام بدین، مصاحبهاش داخل سفارت رو میبینید. ولی خب امروز یه ذره به اصطلاح وضع تغییر کرده نسبت به اون دوران، به خصوص با توجه به اصطلاح این جنگ غزه و این حرفا. مثلا امروز تمام چپ ها و تمام راستای سنتی از جمله خود مکرون میگن که ما طرفدار دو دولت هستیم، برای فلسطین یه دولت فلسطینی یه دولت اسرائیلی، و تو این کارزار انتخاباتی بردلا اعلام کرد که ما هم خانه دو دولت هستیم، ولی با توجه ولی امروز در حال حاضر دولت فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسیم، چون اگر امروز در حالت جنگ ما در واقع دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسیم، به معنی این هستش که از تروریسم دفاع میکنیم. حالا در رابطه با جمهوری اسلامی هم اینا هیچ وقت از اتفاقاتی که بازم آقای ایجادی اشاره کردن بهش، هیچ موقع از به اصطلاح جنبشی که اخیراً تو ایران بوده به عنوان انقلاب زن زندگی آزادی، هیچ موقع دفاع نکردن و یک حالت به اصطلاح دوگانگی هست، چون اینا توی فرانسه بیشتر نیروشون رو گذاشتن روی مبارزه کردن با مهاجران، و خب بیشتر مهاجرای اینجا عرب ها و در ضمن مسلمان ها هستن، و یا مثلا مسلمان ها هستن. به قول یکی از این تاریخدانایی که چند روز پیش تو تلویزیون ظاهر شد، گفت این راست افراطی کماکان آنتیسمیت هست، یعنی ضد سامی ها هست، ولی اگر در دوران جنگ جهانی ضد یهودی ها بوده، امروز این شده ضد مسلمان ها و داره خطر به اصطلاح خطر مهاجران مسلمان رو اعلام میکنه. البته به نظر من درسته که توی فرانسه هم میتونه به اصطلاح اسلامگراها وجود دارن، این رو من نفی نمیکنم، ولی جمعیت زیاد مسلمانی هم در فرانسه وجود داره. اجازه بدین با یک مثال مشخص بهتون نشون بدم که چرا. ببینید، اسلامگراها توی جامعه فرانسه وجود دارن، ولی فاقد هر گونه پایگاه توده‌ای در میون خود مسلمان ها هستن. توی فرانسه ما حدود دست کم 7 میلیون مسلمان داریم. خب بیشتر اینا توی مهاجرای هستن یا اصلا مهاجر هستن، الجزایری ها، تونسی ها و مراکشی ها بیشترین تعدادشون هست. توی همین انتخابات پارلمان اروپا یک گروهی با لیستی به اسم فری پلستین شرکت کرد، و این گروه پشتش یک گروه یک حزب اسلامی بود به اسم حزب مسلمانان دموکرات. راجع میشین؟ یعنی اسم گروهشون. و اینا میدونین در کل چقدر رأی آوردن؟ 15,000 تا رأی آوردن در سطح در کل فرانسه. راجع میشین؟ یعنی اینکه هیچ 15,000 تا رأی در فرانسه برای انتخاباتی، ولی به اصطلاح در واقع الان جریان لوپن، جریان مجمع ملی، بردلا و غیره به اصطلاح، چون همه اعلام جامعه رو از مهاجرین و چون مهاجرین بیشترشون عرب و مسلمان هستن میدونن، به نوعی یک حالت دوگانگی تو این وقت به وجود اومده. یعنی اگه بخوان از یه طرف با جمهوری اسلامی بدبستان بکنن و از یه طرف بخوان بگن ما ضد مسلمان ها هستیم، زیاد همچین جور دور نمیاد. ترجیح میدن که ضد مهاجرا باشن. تمام چیزا تمام، مثلا الان این بردلا گفته که هر مهاجری که 6 ماه فعالیت شغلی نداشته باشه باید از فرانسه بره، یا مثلا گفته که مهاجرا رو نباید بیان و از
امکانات تامین اجتماعی ما بیمارستان ها و فلان این حرف هستن. یعنی هر چی که تو جامعه هست پس بگیرن، نه هر مسئله ای که تو جامعه هست این تخصیص میذاره گردن مهاجرا. و چون مهاجرا بیشتر عرب، به اصطلاح عرب تبارها هستن و برخیشون نسل دوم سوم چهارم هستن، اینجوری هم نیستش که همشون به اصطلاح چیز باشه. یا مثلا میخواد یک چیزی رو که سابقه چندین صده‌ای توی فرانسه داره که ما بهش میگیم در واقع قانون به اصطلاح در رابطه با چیز هست، بهش میگن حق خون حق زمین. حق خون به این صورت هست که شما فقط وقتی که پدر مادرتون فرانسوی و فرانسوی اصل باشن فرانسوی حساب میشین، ولی حق زمین ادغاد سل به این معنی هستش که شما میتونین از یه پدر مادر مهاجر اصطلاح زاده شده باشین تو فرانسه، متولد فرانسه باشین و بعد از با توجه به اینکه در سرزمین فرانسه متولد شدین خود به خود فرانسوی میشین. اینا میخوان تمام این چیزها رو حذف بکنن. حالا امکان داره که اگر که اینا تو همین مجلس به اکثریت برسن، حتی به اکثریت مطلق نرسن، اینا هم به راحتی میتونن مثل مکرون نرست نچپ و مثل اولاند چپ قوانینشون رو با همون 49C بس بکنن، راجع میشین و به سرعت وحشتناکی سیاست های به شدت ضد انسانی و ضد مهاجرا رو به خصوص تصویب کنن و به اجرا برسن. برای که تمام دردها و تمام بدبختی هایی که تو جامعه وجود داره رو از مهاجران میدونن. و چون مهاجرا بیشترشون، البته بیشترشون هم نیست، خیلی از مهاجرا پرتغالی، صدها هزار پرتغالی اینجا هست، ولی اینا خب مشخصا روی مهاجران آفریقایی و متفاوتی و که بیشترشون مسلمان هستن چیز دارن. و به قول همین تاریخدان فرانسوی اینها کماکان به عنوان یک حزب نئونازی نئوفاشیست ضد سامی ها باقی موندن، ولی امروز فعلا این سامی ها دیگه یهودی ها نیستن، مسلمان ها هستن، عربا هستن، مهاجران آفریقای شمالی هستن. بله، متشکر از هر دو شما. شبه راست افرادی بر اروپا، گفتگوی ما با جلال ایجادی استاد جامعه شناس و نادر طیف فعال سیاسی رو شنیدید. سپاسگزار از شما و سپاسگزار از کسانی که این برنامه رو با ما دنبال کردن. سپاس از شما. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.